بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، به همه شما عزیزان سلام میکنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید و اون دسته از همیهنانی که هر روز از روزهای دوشنبه تا جمعه همراه این برنامه هستند و یا ما همراه اونا هستیم، امیدواریم امروز هم با اوقاتی خوش ساعت گذشته رو گذرونده باشن و بتونیم با هم در زمینه مسائل مربوط به کشورمون همراه با میهمان گرامی و عزیز برنامه امروز ساعت یا دقایق خوبی رو داشته باشیم. برنامه امروز رو بهتر است اینطور بگم، مهمان برنامه امروز ما جناب آقای کوروش زعیم هستن، از چهره های سرشناس و معتبر جامعه سیاسی ایران، از چهره های شاخص جبهه ملی ایران در خارج از کشور. شاید حدود 5 ماه پیش بود که ایشون مهمان برنامه ما بودن. در اون زمان در خصوص مسائل مربوط به روز ایران باشون گفتگو کردیم، نقطه نظراتی داشتن، پیشبینی هایی رو کرده بودن که امروز بعد از اون 5 ماه یک بار دیگر ازشون دعوت کردیم که باز مهمان برنامه ما باشن تا بتونیم ازشون راجع به مسائل امروز ایران بپرسیم. اجازه بدید پیش از این که مقدمه و یا پرسشی رو مطرح کنم به جناب کوروش زعیم عزیز سلام بکنم و ازشون سپاسگزاری بکنم که بار دیگر دعوت این برنامه رو پذیرفتن. سلام جناب زعیم. درود به شما آقای اعتمادی، خیلی ممنونم که منو دوباره دعوت کردید و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. جناب زعیم عزیز، از اون دوری که شما مهمان برنامه ما بودید اتفاقات زیادی در کشور ما افتاده، یعنی بعد از مسئله خارج شدن امریکا از اون تفاهم نامه برجام اتفاقاتی افتاد که خب بعضی از اون اتفاقات غیر منتظره بود، از جمله سیل ویرانگری که 23 استان ما رو گرفت و پس از مسئله سیل اتفاقات جدیدی هم باز افتاد، از جمله این که گروه هایی که در طی سالهای گذشته به نوعی در ارتباط با سپاه قدس همکاری میکردن در کشورهای منطقه و بسیاری از اونها هم نام اونها هم حتی در لیست گروه های تروریستی است، به ایران اومدن و به نوعی مستقر شدن در خاک کشور ما. به دنبال اون دولت امریکا نام سپاه پاسداران، نهاد نظامی وابسته به حکومت ایران رو در فهرست گروه های تروریستی قرار داد و همونطور که اطلاع دارید در ادامه تحریم هایی که امریکایی ها در رابطه با مسائل حکومت ایران دارن، قرار است از 12 اردیبهشت ایران نتونه نفت صادر بکنه و بفروشه. تک تک این اتفاقات و این مسائلی که پیش اومده نشان دهنده نوعی بحران های جدیدی است در کشور ما. شما به عنوان یک ناظر سیاسی که در ایران حضور دارید، مجموعه این اتفاقات و این شرایط جدید رو چگونه ارزیابی میکنید؟ شرایط اوضاع جامعه چگونه است و اوضاع مردم به چه شکلی است و نکاتی در همین ارتباط؟ میدونم سوال من یک کمی همه جانبه شد، امیدوارم که شما بتونید در فرصتی که هست به اونها پاسخ بدید. خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم. ببینید، دیدگاه ما اینه که بعد از این که آقای ترامپ تهدید کرد که گروه های تروریستی رو به اصطلاح سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی خواهد شناخت و آقای پومپئو این اعلام رو کرد و منظورش بیشتر گروه های رزمنده سپاه قدس بود در سوریه و عراق، خب دو گزینه برای جمهوری اسلامی موند. البته ضمناً گفته بودن که حاضرن با جمهوری اسلامی طبق اون توازماتی که شرطی که گذاشته بودن مذاکره کنن، که البته جمهوری اسلامی مطابق معمول امتناع کرد و مثلا مبارزه لفظی کرد با آمریکا. ولی پس از این سیل که من مطمئن نیستم همش رو خداوند فرستاده باشه، بهانه این شد که جمهوری اسلامی این نیروهای رزمنده رو که به آمریکا تهدیدشون کرده بود که باید از عراق و سوریه خارج بشن، اینها رو آورده ایران. البته ما خیلی آزرده شدیم که گروه های
مبارز و چریکی بیگانه رو آوردن به ایران، بیانیه هم در این مناسبت دادیم که باید از ایران خارج بشن. ولی این دو دلیل ممکنه داشته باشه، یکی این که تهدید آمریکا رو جدی گرفتن و اینها رو از سوریه و عراق خارج کردن که به آمریکا بگن که خیلی خوب الان ما دیگه مورد تهدید نباید باشیم. دوم این که یکی از شرطهای مذاکره رو اینها در واقع اجرا کردن، یعنی گروه ها رو خارج کردن و آقای ظریف هم همین دیروز پری روز گفت که ما اهل مذاکره هستیم و ایشون هم رفته اونجا همان که مذاکره بکنه. بنابراین نشون میده که سیاست عدم مذاکره و اون تقابل لفظی که آقایون با امریکا داشتن مثل که متوجه شدن دیگه کارساز نیست و الان آماده مذاکره هستن. از سوی دیگه یک گزینه دیگر هم که ما صحبت کردیم، من خودم هم توی صحبت‌های پیشینم عنوان یکی از دو گزینه ممکن بهش نام بردم، یعنی که اینا رو آوردن که اگر مردم که به حال آماده یک شورش بزرگ خشونت آمیز باشن، اگر این اتفاق افتاد مثل سال 88 اینا رو سرکوب کنن و چون اعتماد ندارن به بدنه سپاه و بدنه ارتش، اینها رو آوردن که در صورت نیاز به سرکوب و پراکنده کردن مردم در تظاهراتی که انتظار داشتیم و داریم رخ بده ازشون استفاده کنن. برای ما باید ببینیم که وضع مذاکره چی میشه، مذاکره به کجا میانجامه. من 100% فکر میکنم الان قصد مذاکره دارن، هرچند واژه ها و جمله های تندی رو به کار برن علیه آمریکا، ولی متوجه شدن که دیگه راه دیگه ندارن و فقط این راه برشون مونده. باید ببینیم چه خواهد پیش خواهد اومد در روزهای آینده. جناب زعیم، پیش از این که به جزئیات بیشتری به سوالات خودم در این رابطه بپردازم، خواستم ازتون بپرسم که با توجه به همین اتفاقاتی که در طی این مدت در ایران رخ داده، در مجموع چه تأثیراتی بر روی زندگی و روحیه مردم گذاشته؟ ما میشنویم در خارج از کشور که مسئله تورم هر روز داره شدت پیدا میکنه، نارضایتی ها بیشتر میشه، مسئله بیکاری همچنان بر سر جاش هست، و با توجه به این اتفاقاتی که افتاده به نظر نمی‌رسه که شرایط به سرعت بتونه تغییر بکنه برای رفع این مصائب و مشکلاتی که هست. از این بابت نظرتون چیه؟ زیر مدیریت جمهوری اسلامی اصلا امکان نداره که اوضاع بهتر بشه. ما اینو سالهای سال میگیم، یعنی همین پیشبینی ها رو از 10 سال گذشته میکردیم و متاسفانه رخ داده. تورم به شدت زیاد شده، البته بعضی اقلام خوراکی چند برابر شدن، ولی خودشون اعلام کردن که در ماه فروردین تورم 51% بوده و مراجع خارجی به وجود مراجع بین المللی تورم در سال امسال بسیار بیشتر از اینها پیش بینی کردن. بنابراین مردم ناامید شدن، مردم خشمگین بودن از سال 88، الان دیگه یه حالت بی‌حسی بهشون دست داده. حالت بی‌حسی دو اتفاق ممکنه براش بیفته، یکی این که اصلا اهمیت ندهن، یکی این که به خودشون اهمیت ندن و وارد اعتراضات شدید خیابانی بشن، شورشی، و اصلا اهمیت ندن که بخورن یا زنده بمونن یا نمونن، چون میبینن که زندگی کردن اینجور برشون جهنمه و نمیتونن دیگه ادامه بدن. و این جویه که من در چهره مردم و گفته های مردم واکنش هاشون میبینم و خیلی خطرناکه برای کشور، به ویژه که الان جمهوری اسلامی پشتیبانان مسلح خارجی خودشو آورده و آماده است که مردم رو سرکوب بکنه و فرمانده سپاه رو هم عوض کرده. آقای سلامی آدم بسیار خشن و بیرحمیه و آقای جعفری رو کنار گذاشتن. اینجا هم شنیدم که آقای جعفری شاید از کشور خارج شده باشه. برای تحولاتی در درون
نظام هم داره رخ میده، داره جبهه‌بندی میشه، اونایی که مخالف این روش هستن، اونایی که موافق هستن، اونایی که میخوان موقعیتشون حفظ کنن. به هر حال پیشبینی ما که مثلا ما پیش در صحبتی هم سخنرانی بود گفتن که همه پارامترهای فروپاشی در جمهوری اسلامی وجود داره و اونو مقایسه کردن با شرایط شوروی در زمان فروپاشی و گفتم که شرایط اکنون خیلی بدتر از شرایط فروپاشی در زمان شورویه. این داره یواش یواش به نقطه اوج و نهاییش نزدیک میشه. آقای زعیم، به نظر میرسه که شاید عاقلانه ترین راهی که میتونست وضعیت مملکت ما رو تا یه حدی تغییر بده مسئله مذاکره با امریکا بود و همونطور که خودتونم اشاره کردید آقای زعیم در نیویورکن و در رابطه با مسئله مبادله کردن زندانیان ایرانی و امریکایی مطالبی رو مطرح کردن که مقامات دولت امریکا هم پاسخهایی رو دادن. احساس میشه که آقای ظریف داره تلاش میکنه که باب یک مذاکره رو به بهانه مبادله کردن زندانیان آغاز بکنه، اما از طرف دیگر به طور مثال دیروز در مجله نیویورکر آقای رابین رایت که میدونید یکی از روزنامه‌نگاران معروف امریکایی است، گفته است که چشم‌انداز مذاکره با ایران در دولت ترامپ پیش از هر زمان دیگر بعید به نظر میرسه و در متن مقاله خودش راجع به این مسئله تقریبا میشه گفت که ایشون گفته است که این عمل غیر ممکنی است مگر اینکه حکومت اسلامی ایران تمام 12 شرطی رو که آقای پومپئو وزیر امور خارجه امریکا در ماهای اخیر مطرح کرده برای اینکه آماده بشن که با ایران مذاکره بکنن. شما در رابطه با احتمال اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه به عنوان یک راه حل تا چه اندازه خوشبین هستید؟ حالا من خوشبینم که مذاکره جمهوری اسلامی میخواهد انجام بدهد، شاید دور میز مذاکره هم بنشینند، ولی اینکه نتیجه که جمهوری اسلامی انتظارش رو داره از این مذاکرات بیرون بیاد من اینو نمیبینم. ببینید آقای ظریف، مثلا در تبادل زندانی که تا حالا این کار میکردن و دو نفر که اون اشخاصی که تو ایران هستن تقریبا میشه گفت اینا گروگان هستن، اون کسانه ایرانیانی که بعد از اونجا آزاد بکنن درخواست میکنن جرم انجام دادن، جرم در تخلف قانونهای آمریکا انجام دادن. بنابراین وجود این بهانه یه فکر میکنم که آقای ظریف داره به کار میبره که جلب مذاکره رو ارزیابی بکنه، یعنی در مذاکرات تبادل این زندانی ها آقای ظریف بالاخره باش صحبت خواهند کرد، ایشون جذب امکان مذاکره جمهوری اسلامی رو ارزیابی خواهد کرد. ولی من تصور من شما درست میگید، من در جذبی که الان ایجاد شده در گروه تندروان جمهوری خواه آمریکا و نیز دولت اسرائیل که خیلی اصرار داره فشار روی ایران بیاد، من فکر نمی کنم مذاکرات برای تداوم جمهوری اسلامی باشه. من فکر می کنم که 100% یکی از خواستهای مذاکره کنندگان اون ور خواهد بود که تغییرات بسیار بنیادینی در حکومت ایران رخ بده. حالا اینا زیر بار برن یا نه نمی دانم، ولی اینکه اون تغییرات که اونها میخوان چه ماهیتی داره ما نمیدونیم. برای ما خودمون پیشنهادهای خودمون رو کردیم، هم به جمهوری اسلامی که محترمانه بره کنار، شرایط رو اعلام کردیم که محترمانه بره کنار و بگذاره در ایران به طور دموکراتیک دولت خودشون انتخاب بکنن، یا اینکه خواهد جنگید داره موندن. اگر گزینه جنگیدن مبارزه با مردم جمهوری اسلامی انتخاب بکنه به شدت شکست خواهد خورد و البته تلفات زیادی هم در این بین خواهد. آقای زعیم، شما به موردی اشاره کردید که خب خارج از
این پرسش های من بود ولی موضوع بسیار مهمی بود. فرمودید که طی به هر حال صحبت هایی که انجام گرفته پیشنهاد شما این بوده که حکومت اسلامی ایران شرایطی رو فراهم بیاره برای یک انتخابات آزاد که بشه این وضعیت رو تغییر داد. قطعا نظرتون این هستش که اپوزیسیون ایران بتونه در این شرایط دخالت بکنه و به میدان بیاد؟ به هر حال این سوال همیشه وجود داشته، آیا واقعا حکومت اسلامی ایران تن به یک چنین خواسته ای از سوی اپوزیسیون میده؟ این اولین پرسش هم، البته در این رابطه بعد پرسش های دیگر رو باهاتون در میون خواهم گذاشت. من توی اون پیشنهادی که دادیم نگفتیم که جمهوری اسلامی شرایط رو به وجود بیاره، ما گفتیم که جمهوری اسلامی اجازه بده جلو ما رو نگیره که ما این شرایط رو به وجود در برابر امنیت اونا رو تضمین میکنیم. و حتی نوشتم که حتی ماشاءالله اکثریتشون دزدی کردن، اختلاس کردن، غارت کردن، انواع مختلف جرم های مالی رو اینها مرتکب شدن، ما اون رو پیگیری نمیکنیم. حتی مشروطه، حالا شرطاش هم گفتیم بگذارید ما این کار رو بکنیم، یعنی ما کمیسیون انتخابات مجلس مؤسسان رو تشکیل بدیم، ما انتخابات مجلس مؤسسان رو. البته وقتی میگم ما، فقط جبهه ملی نیست، همه سازمان های سیاسی ملی و پاک دست حتی درون نظام اگر همچین چیزی وجود داره، ما انتخابات رو مدیریت کنیم، سازمان ملل اون رو نظارت کنه، اعضای نمایندگان مجلس مؤسسان انتخاب بشن، قانون‌های اساسی که هم ما تدوین کردیم در حال تکمیلش هستیم، هم دوستانمون در داخل و خارج کشور پیشنهادهایی دادن که اینا رو همه رو بریزیم رو میز و یه قانون اساسی سکولار دموکرات مدرن مردم پسند پیشنهاد بکنیم به مردم برای در یک همه پرسی. ما حتی گفتیم که این قانون اساسی رو خود اونی که مجلس مؤسسان بالاخره به نتیجه میرسه، باز همونا با نظرخواهی رسانه‌ها و مردم تو ایران میذاریم که اگه کسی اعتراضی داره به چیز یا میخواد چیزی اضافه یا کم بشه ابراز بکنه، دوباره این تو مجلس مؤسسان بررسی بشه و اون متن نهایی به همه پرس گذاشته بشه. و در برابر این عدم جلوگیری جمهوری اسلامی که ما دست به این کار بزنیم، ما امنیت اونها رو در ایران تضمین خواهیم کرد و هیچ گونه مجازات یا نمیدونم خلاف اینا نخواهد بود و این پیشنهاد ماست. امیدواریم که اینها، ولی ما هیچ انتظاری نداریم که اونا اصلا بلد باشن که یه حکومت به مثلا دموکرات چی هست. ولی ما خواهیم جلو اون نگیرن که ما این کار انجام بدیم. ما گفتیم صورت مسالمت آمیز و بدون حذف هیچ شخصیتی به سازمان سیاسی چه در آن چه بیرون کشور و هیچ ایدئولوژی و چیزی، یعنی هیچ حزب سیاسی ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک رو ما در آینده نمیخوایم جلوشون رو بگیریم. باید همه بتونن حرفشون رو بزنن و کشور بعد از یه مدتی که عادت کردن به این گفتمان همگانی، کشور آرام میگیره و ما میتونیم راه پیشرفت آغاز بکنیم. جناب زعیم، موضوع بسیار حساس و مهمی است که مطرح کردید. اجازه بدید که برای روشن‌تر شدن این مطلب یک کمی به جزئیات بیشتر بپردازیم. خود جناب عالی میدونید که برای اینکه یک گفتمان و یک خواست در یک جامعه ای بتونه به اجرا گذاشته بشه، قطعاً باید نیروی عظیمی رو بتونه در پشت این گفتمان یا این طرح هر موضوع سیاسی با خودش داشته باشه. قطعا شما این پیشبینی ها رو در نظر داشته اید که برای اینکه حکومت اسلامی ایران وادار بشه که به یک چنین انتخاباتی و یا یک چنین وضعیتی تن بده، از یک حمایت وسیع و گسترده مردمی باید این پروژه برخوردار بشه و قاعدتاً باید یک نیروی سیاسی این رو
با مردم در میون بگذاره، اعتماد و اطمینان مردم رو جلب بکنه و مردم وارد عرصه میدان مبارزه بشن برای طرح این موضوع، تا اینکه توازن قوا به شکلی در بیاد که رژیم ایران صرف نظر از خواستش تن بده به یک چنین موضوعی. بنابراین در اینجا این پرسش پیش میاد که شما به عنوان پیشنهاد دهنده و یا کسی که این موضوع رو طرح میکنه چگونه میتونید و چگونه میشه این توازن قوا رو با حمایت مردم به وجود آورد و این موضوع رو توی جامعه طرح کرد و از حمایت میلیونی مردم برخوردار شد؟ طبیعتاً سوال بعدی برمیگرده به چگونگی انجام این کار، ولی خواهش میکنم تو این بخش نظر خودتون رو فعلا بیان کنید. یک اشتباه ما کنشگران سیاسی اینه که همیشه فکر میکنیم که قدرت ما یا پشتوانه ما باید چنان بالا بره که بر قدرت جمهوری اسلامی فارغ بشه. فراموش نکنید همچنان که البته ما با ائتلاف ها، با همگرایی ها باید جبهه خودمون رو گسترده‌تر بکنیم، در شرایط نامساعد خود جبهه جمهوری اسلامی هم کوچک میشه. یعنی وقتی که ببینن که مثلا راه تنگ است و تاریک، آینده‌ای برای اونا متصور نیست، اونایی که زودتر سر عقل میان یا متوجه جریان میشن فرار میکنن. اونایی که اینجا هستن گرایش پیدا میکنن به مثلا گروه های مثل ما. بعد یواش یواش خود جمهوری اسلامی چیز میشه، قدرتش، توانش و گستردگیش میاد پایین. ویژه که در مورد بدنه نیروهای نظامی، چه سپاه چه ارتش، همچین اعتمادی ندارن به بدنه، چون بدنه بالاخره فرزندان ما هستن، فرزندان ما هم چشم و گوش دارن، سواد دارن، میفهمن چه میداره. این نیست که اینا بگن بپر اونا بپرن، و این خطریه که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه. برای این جمهوری اسلامی اگر خردمندی به خرج بده که تا حالا ندادن، خودشو با خواسته هایی مثل ما افت میده و میگذاره که این به صورت مسالمت‌آمیز انجام بشه، هم جان و مالشون حفظ میشه و همین که میتونن در جامعه موقعیتی به نسبت شایستگیشون داشته باشن. بنابراین این نیست که ما بزرگ بشیم، ولی از این جنبه که شما پرسیدید، ما دروازه رو باز کردیم. ما همون آغاز که جبهه ملی شیعه شما ایجاد کردیم، از همه نخبگان، اندیشمندان ایرانی سراسر جهان، بدون توجه به گرایش سیاسیشون، بدون اینکه اجباری باشه با جبهه ملی رو قبول داشته باشن یا عضو بشن، دعوت کردیم که بیان کمک کنن آینده ایران رو ترسیم کنیم. یعنی ما برای مدیریت آینده ایران، دیوان سالاری ایران، تمام اجزایش رو، تمام اجزای مهمش رو که حدود درنم 30 تا 30 چند تا مورد بود، اینا رو عرضه کردیم، گفتیم بیاد روی اینا طرح بدیم که چجوری آموزش برایشون چجوری داره بدیم، حدشون چجوری داره کنیم، اقتصادمون چجوری داره، کشاورزی الاخر، یعنی شرکت کنن در آینده ایران. و گفتیم اگرم موافق نیستید با دیدگاه ملی و سکولار ما، ایبی نداره، به حال ما برای آینده ایران یک جایی با هم یک همگرایی داریم. یعنی این همگرایی ممکنه مثلا فقط برای آزادی حزب‌ها و آزادی فعالیت سیاسی باشه، ایبی نداره، ما هم با اون موافقیم، پس شما بیایید به کمک ما که این بخشی که با هم همگرا هستیم و هم فکر هستیم و ما شرایط رو مشترکاً به وجود بیاریم. و استقبال خوبی شده اعتمادی، من خیلی امیدوار شدم. یعنی با من این چند ماهی که ما جبهه ملی شیعه شما تشکیل دادیم، گرایش بعضی گروه ها و شخصیت ها چنان بوده که اصلا من امیدوار شدم که شاید این گرایش اگر کم کم ریتمش بیشتر تندتر بشه، جمهوری اسلامی رو وادار کنه که این درخواست ما رو بپذیره، چون اگر نپذیره گروه هایی که پشتیبانی خواهند شد از داخل و خارج به زور
اونها رو به تمکین وادار خواهیم. بله جناب سعید، همونطور که خودتونم آگاهی دارید، در خارج از کشور گروه های مختلفی هستند که در صدد ایجاد تجمعاتی هستند، حالا تحت عنوان شورا یا جبهه یا تشکیلاتی که به نوعی جمع وسیع‌تری از نیروهای اپوزیسیون در درون خودش جا بده، و قطعا جناب‌عالی هم با توجه به آشنایی و سوابقی که با اغلب این فعالان سیاسی در خارج از کشور هم دارید نسبت به این نوع اقدامات آگاهی کامل دارید. با توجه به پیشنهادی که شما کردید، یعنی بازگذاشتن در جبهه ملی برای ورود شخصیت‌ها، گروه‌های سیاسی گوناگون که بتونن در یک جا متمرکز بشن، چگونه اولا میشه این به اصطلاح تشکیل محافل و جبهه‌ها و شوراهای مختلف رو به نوعی یک کاسه کرد و در یک جا جمع کرد؟ تا ضمن اینکه نام جبهه ملی ایران به خاطر قدمتش و سوابقش شاید جایی مناسب‌تری است برای چنین تجمعی، آیا شما امیدی دارید که انواع این اقدامات جداگانه ای که تحت عنوان شوراها و جبهه‌های مختلف تشکیل شده همگی اینها رو در درون جبهه ملی ایران جا بدید؟ ببینید، جبهه ملی ایران از آغاز یک جبهه بود. البته ما تلاشی کردیم که در شرایط خاص به صورت حزب عمل بکنیم، ولی در شرایط امروز این جبهه بیشتر معنا داره. یعنی ما میگیم به هر ایدئولوژی و یا خواستی دارید، فقط اگر دنبال دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم، یعنی عدم دخالت، یا باید بگم لایسیته، عدم دخالت دین و مذهب در حکومت، این هستید، پس ما اینجا با هم هم فکر هستیم، هم صدا هستیم، هم گرا هستیم، بیایید این وزنه رو با هم بلند کنیم به صورت یک جبهه. ما الان هستن گروه هایی که درخواست کردن به ما پیوستن به عنوان یک سازمان سیاسی فعال، حالا داخل و خارج، که این جبهه بودن ما یواش یواش داره شکل میگیره. ما حتی گروه هایی رو که با ایدئولوژیش موافق نیستیم به عنوان عضو، به شرطی که روی مسائل اصلی با ما همگرا باشن. مسائل اصلی همون بود: دموکراسی، قانون اساسی مدرن جدید سکولار دموکراتیک و حقوق بشری. اگه با این موافقن، ما آغوشمون باز، میتونن عضو به صورت سازمانی عضو ما بشن یا پشتیبان ما بشن که با هم همفکری بکنیم. من بارها گفتم ما خیلی همون خوشبختانه متاسفانه در گروه های اپوزیسیون، حتی در درون حاکمیت، عقل کل هستیم. همه چی رو میدونیم، همه راه رو میدونیم و تا آخر تونل تاریک رو داریم میدونیم. با وجود این ما میگیم بیا دیگه نداره، عقلمون رو هم بذاریم، فکر کنم یه ذره دورتر رو بتونیم ببینیم. و نیاز همین همگرایی که شما بهش اشاره کردید که حجم اپوزیسیون به طور عملی بیشتر بشه، همینه که این گروه هایی که تک تک، اصلا کاری به شمار پشتیبانانشون، بعضی 2-3 نفرن، بعضی 40-50 نفرن، یا بیشتر یا کمتر، مهم نیست. همون اندیشه‌ایه که پشت اون سازمان سیاسی اپوزیسیون هست. ما پذیرا هستیم و خیلی دم استقبال. جناب بفرمایید. حالا همین گفتم، تا حالا موفق بودیم. هم ایران، اصلا من خودم شگفت زده شدم چجور شده ام که چگونه برخی گروه هایی که حتی ما ازشون انتقاد کرده بودیم که آقا شما وقت مردم رو تلف کردید، به نمیخوام نام ببرم، اینها آمدن یا به ما بپیوندن یا در کنار ما باشن. این بسیار بسیار من رو امیدوار کرده به آینده ایران. جناب زعیم، نکته مهمی رو اشاره کردید، یعنی واقعیت اینه که این بی برنامگی، این عدم تشکل و به اصطلاح تبدیل شدن به یک نیروی متمرکز قوی، سالهاست که فرصت‌های زیادی رو در راه آزادی و دموکراسی در ایران از دست داده. و اگر منصفانه هم بخوایم بگوییم، بخش اعظم این وقت‌کشی رو
خود اپوزیسیون انجام داده، به دلیل اینکه از طریق یک راه حل منطقی و اصولی نتونستن در یک جا متمرکز بشن. شما در سخنانتون اشاره کردید که اصولی رو بهش اعتقاد دارید که این اصول میتونه رضایت و توجه بسیاری از گروه‌ها و گرایشات سیاسی مختلف رو جلب بکنه، از جمله اعتقاد به دموکراسی، لایسیته، سکولاریسم و مسئله منشور حقوق بشر، که کاملا به نظر من درسته، اینها از جمله اصولی است که میتونه وحدت دهنده باشه. منتها همونطور که باز میدونید در خارج از کشور همزمان با اینکه شما دارید این طرح رو پیشنهاد میکنید، گروه های دیگری هستن، شخصیت های دیگری هستن که اونها هم تقریبا کم و بیش در همین چارچوب در حال اقدام های مشابهی هستن. اما اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، با توجه به سوابق این نوع فعالیت ها که اکثر مواقع ناموفق بوده و در یک نقطه حساس معمولا به هم می‌ریزه، باید این سوال رو مطرح کرد که آیا شما این امید رو دارید که بتونید با طرح این اصولی که میتونه مورد توافق باشه، این گروه های مشابهی که در خارج از کشورم در حال شکل گیری هستند و بعضی از اونها اصلا اعلام موجودیت کردن و شما میدونید که طیفی از جمهوری خواهان، طیفی حتی از دوستان جبهه ملی در خارج از کشور، چپها، سکولارها، مشروط خواهان، همه اینها در بخش های مختلف و به طور جداگانه دارن این موضوع رو طرح میکنن. تا چه اندازه شما خوشبین هستید که بتونید با همین اصولی که بهش اشاره کردید، احیانا ممکنه یکی دو تا اصل دیگه هم بهش اضافه بشه، تمام این اقدامات مشابه که به موازات همه اینها رو بشه در یک نقطه متمرکز کرد و در یک جبهه قرار داد به طور واقعی؟ ببینید، این که ما همه رو بتونیم جذب بکنیم غیر ممکن است، ما این تصور هم نداریم. ما همین اگر تعدادی که با این اندیشه با ما همگرا هستن به ما بپیوندن، که پیوستن، من گفتم به تو ما ناموفق نبودیم. اصلا من گاهی با این استقبالی که حتی درون کشور شده و برخی گروه های برون مرز شدن، اصلا من گاهی میخوام پرواز بکنم. یعنی با من بعضی ها به هر حال یه خودشون ها متقاعد کردن که تکروی و خود بزرگبینی و اینکه من توی یه جلسه بود که همین چیزها رو بحث میکردیم، من گفتم آقا تو این جلسه با یه 40-50 نفر بودم، من الان ما 20 رئیس جمهور داریم. بودم باید دست برداشت از این اتاق، شاید بشوید ولی بگذارید اول بستر رو درست کنین، زمینه مساعد بشه، بعد برید همه تون برای ریاست جمهوری خودتون سخنرانی کنید، نمیدونم رأی بگیرید از مردم. ولی با این شرایطی که اصلا ما پای خودمون رو هواست و در این جمهوری اسلامی ما پذیرفته نیستیم، خیلی شانس بودیم که الان تو زندان نیستیم یا مثلا محدودیت های دیگر، و بگذارید ما برسیم به اونجا که شما بتونی آزادانه مبارزه سیاسی بکنی، برو رأی مردم رو بگیر، بشو رئیس جمهور، بشو نمیدونم خدا، ما حرفی نداریم. ولی الان دست از این کارا بردارید و باور کنید این تاثیر داشته. این موضع ما در برخی تعظیم، متاسفانه من نمیتونم هیچ کس نام ببرم، هیچ سازمانی صلاح نیست، ولی تاثیر داشته هم داخل هم خارج از کشور و شخصیت هایی که باور نمی کنید به ما گرایش پیدا کردن و یا ندا دادن که با ما هستن، در موقع مناسب ملاقات خواهند. بنابراین ما نمیخوام همه رو جذب کنیم، ولی اونهایی که باور دارن میخوان نقشی و سهمی در آینده ایران داشته باشن، بیان که اگه بعضی از ما توسط جمهوری اسلامی لتو پای شدیم، فوری بتونن جای خالی رو پر کنن. جناب زعیم، کاملا باهاتون موافقم. من هم معتقد نیستم که میشه همه رو جمع کرد. لااقل عرض کردم اون کسانی که به این اصولی که شما بهش اشاره فرمودید، یعنی به طور مثال باور به دموکراسی، به لایسیته، به سکولاریسم، منشور حقوق بشر، و خود شما میدونید که پذیرش حتی مفاد منشور حقوق بشر برای بخش‌هایی از اپوزیسیون ایران قابل قبول نیست و من قسمی نیست که وارد اون بحث بشم. اما
شما خبرهای خیلی خوبی دادید، یعنی اینه که الان با توجه به این طرحی که از سوی جبهه ملی ایران مطرح شده استقبال نسبی خوبی انجام گرفته. در این دقایق پایانی این گفتگو با شما دو سوال رو که در مجموع بهره شاید در قالب یک سوال قرار بگیرم باتون در میون میگذارم تا ببینیم تا پاسخ شما در این رابطه تا چه اندازه میتونه برای گروه های مختلف که معمولا بیشترین مشکل رو ما در اونجا داریم این پیشنهاد شما جذاب بشه. یکی شما میدونید که در بین طیف طرفداران جمهوری خواهی و نظام پادشاه خواهی همیشه یک اختلاف بر سر این موضوع بوده، پاسخ شما برای حل این اختلاف، یعنی اینکه کسی شرط جمهوری خواهی و یا شرط بازگشت نظام پادشاهی رو در ایران اون رو به عنوان یک مانع نبینه و در این حال از جانب گروه هایی که به نوعی به عنوان گروه های اتنیکی معروف هستن چه فرمول هایی رو در نظر دارید که هم جمهوری خواه ها و پادشاهی خواه ها بتونن در اون جبهه قرار بگیرن و هم گروه های اتنیکی بدونن با ورودشون به جبهه ملی میتونن وارد جبهه بشن که در آینده خواست ها و مطالبات اونها هم در نظر گرفته شده، ضمن اینکه میدونید که ادبیاتی که در گذشته در خصوص به خصوص مسئله مربوط به گروه اتنیکی به کار برده میشده همیشه مورد بحث و جدل و به اصطلاح گفتگو بوده و بدون نتیجه. در این دو در رابطه با این دو موضوع فرمول شما که بتونه هر دو گروه رو قانع بکنه چیه؟ من اینو بارها دست کم یک بار در جزئیات شرح دادم و اینی که شما میفرمایید ضروریه. ببینید حالا ما جمهوری خواه هستیم، جبهه ملی جمهوری خواه، منشورش هم نوشتیم، ما اگه ما بخوایم رأی بدیم ما به جمهوری رأی خواهیم، ولی حق اونهایی که سیستم دیگری را هم میپسندن ما نفی نمی کنیم، کما اینکه من در یکی از گفته هام یکی از این تلویزیون ها گفتم اگه فاشیستان بیان بخوان حزب تشکیل بدن حزب تشکیل بدن، کمونیستان بیان حزب تشکیل بدن، نمیدونم سادیسمان بیان حزب تشکیل بدن، ما طرف موضوع اینه که در فضای آزاد شما دیدگاهتون رو تبلیغ کنید، هیچ معنی نداره. در مورد این مطلبی که شما گفتید که خب خیلی مهمه، به علت این خفقان 40 ساله بعضیا گرایش پیدا کردن که دوباره پادشاهی رو برگردونن، هرچند که ما از صفوی به بعد پادشاهی خوبی نداشتیم، یعنی همه پادشاهی ها آسیب زدن به کشور ما به جز دوران های خیلی کوتاه و گذرایی، ولی ما این بحث رو کردیم. من توی یکی از این صحبت هم شعر دادم به ما قانون اساسی رو روی اصول دموکراسی و حاکمیت ملت و حقوق بشر نهایی خواهیم کرد. این میمونه که کشور چجوری اداره بشه، یعنی در بالا. ما اول فکر کردیم که یک جمهوری پارلمانی باشه، خیلی دوستانمون گفتن ریاستی بهترین، بحث برگرفت، گفتیم خیلی خوب، ما همه قانون اساسی رو بدنش رو ثابت نگه میداریم، اونجا یک گزینه به مردم میدیم که رأی بدن به جمهوری پارلمانی یا جمهوری ریاستی، شرح هم میدیم که معنیش چیه. بعد بعضی دوستان دیگه فشار آوردن که نمیدونم چیز پادشاهی مشروطه هم تو ایران خواستار داره، پشتیبان داره. گفتن پشتیبان دارن چون جمهوری اسلامی مردم بدبخت کرده، وگرنه همه جمهوری میخواستن. ولی باز زیر فشار برای اینکه تفرقه رخ نده گفتیم بسیار خوب، ما اون قانون اساسی رو ثابت نگه میداریم، اون مثلا ریاست جمهوری ریاستی یا پارلمانی رو این گزینه رو حفظ میکنیم، پادشاهی مشروطه هم میگذاریم که مردم رأی بدن، ولی اون پادشاهی مشروطه با ریاست جمهوری پارلمانی هیچ فرقی نخواهد کرد، یعنی هیچ. سلامو داری؟ بله بله بفرمایید. هیچ قدرت اجرایی نخواهد داشت، همون انگار مثلا ما رئیس جمهور پارلمانی رو گذاشتیم بعد اون همیشه یه چیزی که شبیه اینو ما در زمان اشکانیان داشتیم، مثلا من اون
مجلس مؤسسان، مجلس ببخشید مهستان رو از سیستم اشکانیان برداشتن که خب دیگران هم اینو خوششون آمده و نام سازمانشون رو گذاشتن، که اونجا مجلس مهستان اشکانیان پادشاه رو انتخاب میکرد، پادشاه عزل میکرد، فرمانده کل قوا رو انتخاب میکرد، اعلام جنگ میداد، اعلام صلح میداد، همه کار رو مجلس مهستان میداد که یک مجموعه ای از مجلسایی بود که امروز ما اونا رو میگیم مجلس شورای ملی و مجلس سنا، که من نام اون رو مجلس مهستان گذاشتم. بنابراین اگه اینجور باشه مردم رای بدن و طرفداران هر کدوم از این گونه های حکومتی در رأس، نه در بدنه، بدنه هیچ تغییر نخواهد کرد، در رأس برن رای بدن، دیدگاه خودشون رو تو رسانه ها، تو سخنرانی ها، تو گرد همایی ها اعمال بکنن تا مردم قانع بشن به یکی یا دیگری یا یکی از این ستا رای بدن. این هم ما اعلام کردیم در آخرین صحبت که یادم نیست با کدومی که از این تلویزیون ها داشتیم. جناب زعیم، به پایان وقت برنامه رسیدیم، اما دلم میخواد که این سوال رو ازتون بکنم و به کوتاهی هم شما اگر ممکنه جواب بدید، و اون اینه که شما میدونید برای پیشبرد هر امر مبارزاتی، هر پروژه سیاسی، ما احتیاج به واقع‌گویی، احتیاج به تبلیغات، احتیاج به ایجاد تشکیلات در داخل و خارج. امروز 8 میلیون ایرانی در خارج زندگی میکنه، یعنی 1/10 جمعیت کشور به یک معنا، و این کار باید به سرعت انجام بگیره که مردم ما هم بدانند که روشنفکران و شخصیت‌های سیاسی کشورشون در حال انجام کاری هستند و به قول شما در این حد سرخورده و مایوس و دلسرد نباشن که هیچ گونه واکنشی نسبت به مسائلی که در کشورشون میگذره از خودشون نشون ندن. من امیدوارم در این خصوص جبهه ملی و شما بتونید اقدامات جدی و عاجلی رو در دستور کار خودتون قرار بدید و با نیروی عظیمی که به خصوص در خارج از کشور هست، امکانات فراوانی که وجود داره، رسانه های متعددی وجود داره، این جبهه باید دارای یک رسانه مستقل برای خودش باشه، باید تبلیغ بکنه و باید با آگاهی دادن به مردم کشور ما شرایط رو برای به وجود آوردن و به اجرا گذاشتن این پروژه بتونه به انجام برسونه. من امیدوارم در گفتگوی بعدی در این خصوص از شما خبرهای خوشی رو بشنویم. خواهش میکنم. ببینید آیه اعتمادی، ما به هیاهو و نمیدونم شعار دادن اینا اصلا اعتقاد نداریم. از خارج از کشورم دو تا گروه به ما رسمن پیوستن و ما استقبال میکنیم، ما تو جزئیات باورها و روشها دخالت نمیکنیم، ما رو کلیات صحبت میکنیم و عجله هم نداریم. یعنی ما نمیخوایم به زور اشخاص رو بیاریم یا یک جمعیت ناهمگونی رو به وجود بیاریم، ولی من این مطالبی که پیشنهاد کردم، حتی در باره انتخابات آینده ایران ما طرح خیلی مدونی دادیم که توی منشور جبهه ملی هم هست، که من و 3-4 نفر از بزرگان جبهه ملی نوشتیم. بنابراین بیان، ما هیچ محدودیتی نداریم مگر اینکه اونها دوگم باشن تو دیدگاهاشون. ما اون افراد دوگم و یا سازمان دوگم رو به هیچ وجه نمیتونیم تحمل کنیم، نه اینکه نباشن. الان موقعش نیست که ما بیان وقتمون رو صرف بحثای بی انتهای تئوریک یا کاربردی غیر عملی بکنیم، ولی من امیدوارم که همین روندی که ما داریم پیش میریم، من راضی هستم، امیدوارم دیگران هم به هر حال خودنگری بکنن، با هم بحث بکنن و اگه میخوان بپیوندن به ما، این نیست که مثلا عضو ما بشن یا استقلال خودشون رو از دست بدن. فقط همفکری بدون دوگماتیزم، همفکری با ذهن آزاد و باز، فقط برای ایران، نه برای خودشون یا برای سازمانشون. بسیار ممنون آقای زعیم، به پایان وقت برنامه رسیدیم، ازتون ممنونم که این دعوت رو پذیرفتید. سپاسگزارم.
از این که من دعوت کردم. خواهش میکنم. بینندگان زنده باشید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق آقای کوروش زعیم، تا دوشنبه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.